الله الحمد لله الله سبحان الله الله حمد 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 لله الله سبحان الله الله حمدا لله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين اللهم صل على الله محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء وارحم محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء وسلم على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من السلام شيء سلام عرض کنم خدمت یکایک یک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی خوشحالیم که باز هم توفیق حاصل شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه پخش زنده به وقت بیداری و بسیار مفتخریم که در کنار شما هستیم و همراه شما در محضر سرور عزیزمان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رسولی با موضوع احکام سلام علیکم صبح بسیار خوش اومدید. و رحمت الله. موفق و پیروز شادکام باشین تشکر میکنیم و محضر بینندگان عزیز و همراهان گرامی که همیشه همیشه تلاقات همراه ما هستند السلام علیکم و رحمت الله و برکاته توفیقات تانه روز روز بیشتر و پیشتر از خدای تبارک و تعالی خواهانم و امیدوارم که شما ما را خیرتان فراموش نمیکنید و از اینکه سوالاتتان تان از برنامه ما بپرسین تشکر می موفق و و پیروز باشین در خدمتتون هستیم جناب حسین سلام باشین ان شاء الله خیلی خوش اومدین استاد محترم فرق خوب هستین ان شاء الله الحمدلله شما خوب ان شاء الله خب الحمدلله باز هم بر رسم است شنبه ها توفیق حاصل شد تا در, در خدمت شما بزرگوار باشیم و مست... سوالاتی که عزیزان بیننده ما روان کردن استاد اگر اجازه باشه چون موضوع ما بستگی داره به سوالات عزیزانی که روان میکنن بله. ولی یکی از سوالات چون عزیز ما به نمبر مثبت 93 78 چهار نمبر آخر 11 12 از کشور ازمان افغانستان سوال صوتی روان کردن اگر اجازه باشه این سوال پخش میکنم و ان بعدش میپردازیم به سوالات و مطالب دیگر ان شاء الله بسیار سلام علیکم وقت بخیر حال شما خوب است شما خوب و بخیر خوشبخت سلامت باشید با امید پیروزی شما ان شاء الله دعا میکنم موفق و پیروز و کامیاب سر حال باشید ما یک سوال از خدمت شما داشتم ما مقلد آقای سیستانی هم وقتی که ما از یک شهر حرکت میکنم در این شهر هم اقامه دارم در شهر دومی هم اقامه دارم که در دا اونجا مورم اینجا باید نماز خورا جمع بخونم اونجا هم باید نماز خورا جمع بخونم در بین را که یک دفعه یا دو دفعه مثلا وقت نماز میشم، چیکار کنم نماز خورا جمع بخونم یا اینکه قضا کنم موفق باشه خدا وفس. یا قصر کنم قضا بسیار تشکر میکنیم ما از بیننده بزرگوار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على علی رسول الله وعلى علی آله آل الله اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجهم بله خدمت از عزي بیننده عزیز و محترم عرض کنیم امیر خیم که سوال فرمودن ممکن است انسان در چند جا اصلا وطنش باشه یا یک جای وطنش باشه چند جای دیگه مثلا این قصة اقامت ای داره و این شخص در وطن خودش و او جایی که وطن دو بشه یا وطن سه بشه یا قصد اقامت در روز یا بیشتر از ده روز داره خب قطعا در اونجا باید این نمازش خودش چی بخونه؟ تکمیل بخونه مانه. و اما در این مسیر را ما خدمت از این بیننده عزیز و بقیه بینندگان عزیز و همین بیننده هم که ممکن است صدای ما رو میشنوند و تصویر ما رو میبینن باید عرض کنیم که شخص تا زمانی که داخل وطن خودش است خوی باید نماز خودش تکمیل بخونه و اگر روزه است این روزه رو میتونه یعنی باید اگر روزه ماه مبارک رمضان است باید روزه خود بگیره و اما اگر شخصی خدمت تا کنم که مسافر شد کی مسافر به صدق میکنه که از اون به بعد میتونه نماز خودش شکسته بخونه و اگر احیانا روزه داره روزه خود میتونه چیه؟ بشکنانه شخصی که مسافرت بکنه همی که از شهر خود خارج میشه و به حد ترخص میرسه در شهرهای جمهوری اسلامی ایران خو شما ممکن دیده باشین بینندگان ما هم دیده باشه یک کمک که از شهر خارج میشه یک دو کیلومتر سه کیلومتر که از شهر خارج میشه نوشته میکنه حد ترخص بنابراین اگر مسافرت ما مسافت شرعی باشه یعنی تقریبا 45 کیلومتر رفتن ما یا اگر رفت آمد ما 22.5 کیلومتر رفتن ما 22.5 کیلومتر آمدن ما باشه که مجموعش چش 45 کیلومتر باشه کسی که این مسافت شرعی یا بیشتر از این قصد داره تی کنه با معنی که در حد ترخص میرسه ای می این دیگه مسافر حساب میشه این حد ترخص این شخص دیگه مسافر است اگر پیش از زور مسافرت کرده و روزه داره روزه شکسته میشه و نمازش باید به صورت شکسته بخونه ولی خب بعد از اون که مسافرت میکنه دیگه و روزه را داره دیگه روزه, روزه را داره. داره ولی اگر نماز زور مثلا نخوانده نماز زور از میشه. او قسمت به بعد میخوای بخونه نماز شکسته میشه حالا در کشورهای مثل در شهرهای کابلی هراتی مزار جای دیگه خود ترخص نوشته یه دیگه ما یاد ترخص از کجا بفهمیم میفرمایند حد ترخص معمولا هم دیوارهای آخر شهر اما خانه های آخر شهر خانه های آخر محله شهر وقتی که از او انسان به تعبیر دور شد به طوری که دیگه صدای ازان نشنید صدای ازان او محله را نشنید میگنی به حد چی رسیده؟ ترخص رسیده پس از, از این طرف ما وقتی که از حد ترخص خارج شدیم یعنی منجی که رسیدمون خارج شدیم حالا دیگه ما مسافر حساب میشیم و از طرف دیگه که وارد از شهر که میخواهیم شویم یا وارد از او منطقه دیگه ما مم. یا وطن دیگه ما یا او جایی که مثلا ما مثلا از هرات حرکت میکنیم میریم کابل محل بودو باش اصلی ما در هرات است در کابل هم بودو داریم داره وطن ماست یا مثلا قصد داریم در کابل در روز یا بیشتر اونجا اقامه داشته باشه اونجا که خدمت راز کنه ملاک وروده یعنی شما به محضی که به حد ترخص رسیدی داخل شدی در اونجا خدمت تناز کنم که شما باید نماز تا را تمام بخوایم. مثلا که مطلب شفر یک لحظه دیگه همینجا مطلب دیگر ما و اگر شخص مثلا صبحی رسیده ماه مبارک رمضان هم است و از وقت از آن تبال هیچ کاری نکرده که روزش باطل شود یعنی چیزی نخورده نیاشا میده و از می باطل کنند روزه انجام نداده این شخص هم به معنی که وارد محوطه حد ترخص شد یعنی دیوار دید دیوار آخر شهر دید یا یک موقعیت قرار گرفت که صدای از آن نزو منطقه شنیده میشه منطقه آخر شهر و اینج وارد شد و چیزی که روزه رو باطل میکنه انجام نداده این روزه رو باید چیکار کنه بگیره بله. اصلا این مطلب که اشاره فرمودید زیاد نمیخویم در این مطلب ساچم ولی خب اشاره فرمودید که او قصد این مسافت داشته باشه بله خب شاید اگان وقت پیش میاد که او قصد نیست خب میگم بریم با, با با, با اندوالا بریم با خانواده بریم یک جای بیرون از شهر و خب یک تفریح داشته باشیم آب و هوای عوض کنیم ولی خب همتی کم کم میرن اما مسافت هم میرن یا شاید زیادتر برن ولی واقعا او نمیدانستن که کجا میرن چقدر مسیر میره این هم در باید قصد داشته باشه مثال هم که در رسال های توضیح مسائل هم زده شده طرف مثلا به قصد یافتن یک گم شده میره یک کسی گم شده این ممکنه سر پنج کیلومتری پیدا شوه سر ده کیلومتری هیچ معلوم نیست که سر چند کیلومتری پیدا بشه این همین طور میره و میره و میره می ممکنه 50 کیلومتر راه هم بره اما چون از اول این قصه نداشته خدمت عرض کنم که این نماز از شکسته نمیشه یعنی مسافر به ایست نمیکنه یا می کسی که میتور برای اندوالای خود میگاله بریم یک جای پیدا شوه بریم اونجا استاد شویم و بشینیم یا یک میلا کنیم ای هم از این رقم شخصه و باز ممکن یک شخص دیگه است که این شخص به تبع کسی دیگه میره یه خودش قصد نداره اما مجبور است تبع یک کسی دیگه بره این هم امی حکم داره این هم نمازش قصر نمیشه. نمیشه و روزش شکسته نمیشه چرا نمیشه. چون خود از قصد اصلا نداره یک ظالمیه دست زیر گرفته مثلا با خودش میبره یه هیچ قصد رفتن به مسافت شرعی را نداره البته احتمالات زیاد خوب میشه بله بله ولی به هر حال اگر بیننده سوال داشته باشه ما در بل... خدمت شما هستیم اگر نمیشه درسی کلاس درس اصف. میشه دیگه صنف میشه و پس میتونن رجوع کنن به بل... مسائل و ما بارها و بارها در بار این برنامه رساله حضرت آیت الله العظما سیستانی را مخصوصا آه. رساله جامیره را که البته خب خولي... فعلا متاسفانه یک جلدش بیشتر نیامده یک جلدی از هم که آمده جناب حسینی بزرگوار 760 صفحه یعنی یک جلدش وقتی 760 صفحه باشه مسائل بسیار و صورت مبسوط بسیار به بس صورت خوب ولی این ما شما سعی کنید اینجا ما عجله نداریم نه؟, نه, نه. مثلا تا همی صفحه 760 2685 مسئله اینجا پرداخته شده, شده. من بر خدمت شما و خدمت بیاندوان عزیز عرض میکنم که بسیار فهم از این آسانه برعکس توضیح مسائل دیگه که خود از متوازی ها با آن که فارسی اما نیازمند به شرح دارند نیازمند به است که کسی دیگه بله بشه برای انسان او را توضیح بده ولی این رساله تا حدودی بسیار آسان است یک گاهی وقت تا پاورقی یا برای توضیحات داره میتونن به این مراجعه کنن نیاز به تخصص نداره تخصص خاصی مم. نداره. و ما باز به با کرات گفتیم برای بینندگان عزیز که این در سایت هم موجوده یعنی وقتی که ملاحظه میکنن میره سایت حضرت آیت الله سیستانی در قسمت کتب فتوایی یعنی کتاب های فتوایی ای هست و رساله معمولی هست منهاج صالحین هم هست منهاج صالحین برای کسایی که طلب است مثلا مثل شما که طلب است خب اونا از اون منهاج صالحین میتونن استفاده کنن که باز منهاج صالحین نسبت به این مفصل تره بله بسیار تشکر میکنم استاد با شما من پول ارتباطی خدمت بینندگان عزیز از که نمبر مثبت 964 780 255 40 13 نمبر ما در واتساپ می باشد و شما عزیزان می توانید سوالاتتان و نظراتتان با ما در میان بگذارید و انشالله که کارشناسان عزیز ما پاسخگو خواهند بود استاد عزیزی با نمبر مثبت 93 70 چهار نمبر آخرش 34 82 سوال کردن که بنده به تازگی ازدواج کردم البته خب ما هم تبریک میگیم به مبارک باشه ان شاء زندگی زیاد کنه همه با مهر و محبت ان شاء داشته باشن ایشون سوال کردن که تازه ازدواج کردن و مستقل شدن به به و مسئله خمس و زکات بنده چی میشه از که ما سوالاتی که در مورد خمس و زکات بوده دستبنده بنده کردم ان در همین موضوع خمس و زکات ان شاء الله امشب بعد استفاده خواهش میکنم چقدر خوب است و خدا را شکر که جوان مستقل شده و ازدواج کرده و خدای تبارک و تعالی در قرآن شما در جریان هستین بینندگان ما در جریان هستین و این یکون فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم یعنی اگر کسی فقیر باشه از ترس فقر نباید بترسه و ازدواج نکنه به خاطر از که خود خدای تبارک و تعالی زمانت کرده ضمانت کرده البته همین شما در جریان نسید آقای حسینی و, و بینندگان ما در جریان اما خدای تبارک و تعالی اصراف بریز به پاش تبذیر اینا را دیگه تضمین نکرده یک ازدواج معقول یک ازدواج آبرومندانه یک ازدواج اسلامی اگر صورت مم. بگیره خب قطعا گفته ای یکون و فقراه یغنهم الله من فضله والله واسعون علیم و بسیار کار است و خب پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه هم فرموده است که سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی خیلی خطرناک است ما از جوان ما مطرح میشه ما نیست از جوان سوال میکنیم که چرا ازدواج نمیکنی نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده اکثر حرف های بسیار نامربوط و ناامیدانه میزنه خب شخصی که رغب یعنی اعراض کردن م. اتشه. رغب عن یعنی اعراض کردن رغب فی یعنی روی آوردن کسی که رغب عن باشه یعنی از ازدواج روی برگردانه وجود ناظرین حضرت مقبول صلوات الله و سلامه سلام علیه می فرماید که فلیس منی ای از نیست حالا این برادر بزرگوار ما که ازدواج کرده خب مبارک باشه بسیار کار خوبی انجام دادن و اما فرمودن که مسئله خمس زکات ما چی میشه خب ما قبل از اینکه بگیم مسئله خمس زکات از چی میشه باید مواردی که زکات بهش تعلق میگیره و مواردی هم که خمس بهش تعلق میگیره اینا رو بگیم وقتی که اینا رو گفته شوه این مشخص میشه که این طرف به ای زکات تعلق میگیره یا خمس. یا خمس تعلق میگیره یا هر دویش تعلق ازا. میگیره خوب پس انشالله مثلا به که در معنی و مفهوم خمس و زکات انشالله سوال بله زکات جناب سید صاحب در اصل از ماده زکوه گرفته شده از ماده زکایه هم میگن گرفته شده به معنای رشد و به معنای <تصفح> پاک شدن مصفا شدن که در قرآن هر دو معناش آمده است مخصوصا معنای پاک کردن و تسکیه کردن من زکاها کسی که پاک کنه در مقابل دساها کسی که آلوده و پلید کنه که در سور شمس آخر سور مهم. شمس هست بنابراین هم بانای رشد هم تسکیه و میتونه هر دو باشه یعنی شما تصور کنید مثلا باغبانی که یک نهال رو میکاره یا یک درخت رو میکاره اگر تزکیه نباشه یعنی صاف نکنه او را هم در کار نیست yes. گندم که کاشته میشه جو که کاشته میشه علف های هر زیزی اگه گرفتن نشوه اما mm -hmm. پیچک دیگه چی روستایی ها کسایی که با فرنگ روستایی مثل مواره آشنا هستن اگه پیچک ها گرفتن نشوه و چیزای دیگه گرفتن نشوه خو رشد از این بگی و فراهم yeah. نمیشه yeah, میتونه هر yeah. دویش در کنار هم باشه که رشد و تسکیه تو امانه زمان رشد میآید که تسکیه yeah. باشه زمانی که تسکیه باشه رشد میایه تقریبا چه بله لازم ملزوم باشن بله دو معنای ولی معنای بسیار به هم دیگر چیه شبیه و به هم دیگر معنایش نزدیک است پس زکات به این معنای رشد و واقعا کسی که زکات پرداخت میکنه هم مالش رشد میکنه و هم شخصیتش رشد میکنه خب درباره شخصیتش که بارها ما آیه قرآنشم هم خوانده میگه مثلا الذين ينفقون في سبيل الله مثل حبه <applause> انبتت سبع سنابل میگه مثل کسانی که در راه خدا انفاق میکنن چون البته زکات انفاق هست منتها انفاق بلد. واجبیه صحب. انفاق مستحبی داره و انفاق که از صورت واجب, واجب. هر انفاقه. و هر حال هر دویش انفاق و این شخصی که از دسترنج خودش به فقیر میده حالا چه مستحبش چه واجبش فرق میکنه با اون انسانی که هیچ قصیزی نیست میگه مثل الازین یونفقون فی سبيل الله کم مثل مثل کسانی که در راه خدا انفاق میکنن مثلا یک دانه حب گندم برست که ان سب سبع سنابل که یک دانه هفت خوشه فی کل سنبلت 100 حبه در هر خوشه هم چند تا میشه؟ ست تا کلا میشه چی؟ هفت تا و داره میگه خداوند اضافه هم میکنه نماد کسرت نماد کسرت یعنی کسی که زکات میده البته باز در یک تقسیم بندی دیگه اگر زکات ما عام بگیریم هم شا... شامل می زکات واجب میشه هم شامل زکات مستحبی میشه و هم حتی شامل خمس میشه خمس به یک پنجم ربع عربا میگن ربع بلده. خمس, خمس. صد توسع <تصف> عشر مه. یک دهم یک نهم خمس به یک پنجم پس ما به برخی از اموال خمس تعلق میگیره به برخی از اموال زکات تعلق میگیره به برخی هم هر دویش تعلق, تعلق میگیره حالا ما مواردی که خمس تعلق میگیره میگیم و مواردی که زکات تعلق میگیره میگیم این برادر ما خودش ببینه که چه رقم است و اما موارد تعلق که خمس تعلق میگیره قبل از اینکه وارد بحث موارد شویم او زمانی که به حال ایشان چون اشاره ای که کردن که مستقل شدن اینا تأثیر گذار هستش در اینکه خب تا که این موارد بوده این موارد در خانه پدر بوده تا کفالت کسی بوده یا نه ما برای شما میگیم خمس از زمان اول که خو رقم که خمس عبادت یعنی همون رقم که نماز شرط عبادت است که به سن ام. تکلیف رسیده باشه یعنی خودش به سن تکلیف رسیده باشه خمس همی هم رقم است زکات شمع رقم است و تمام عبادات امیه که به سن تکلیف رسیده باشه اما قبل از اینکه به سن تکلیف برسه با عهده از شخص چیزی نیست دیگه چون به سن تکلیف نرسیده حالا به سن تکلیف رسیده از زمانی است که ای به صورت درآمد کسب میکنه حالا ممکنه مثلا این بیننده عزیز از اون شخصی باشه که مثلا پدرش سال خمسی و گپاسن نداشته مثل ای اهل زکاتش نبوده این خب خم... الان مستقل شده میخوای. زکات داشته باشه و خمس داشته باشه و هم بس یک گپ دیگه است او خب زمانی که با پدر بوده شراکتی بودن دیگه یعنی کلگی در اختیار پدر بوده و پدر سرسال داشته بوده بوده بوده. خمس میداده زکات میده حالا زندگی مستقل پیدا کرده سه. پس بنابراین وقتی که زندگی مستقل پیدا کرده طبیعتا میتونه خمس مستقل داشته باشه و میتونه چی زکات, زکات مستقل خسته. داشته باشه این برادر ما معمولا امشریای ما نسبت به قضیه بسیار بسیار, بسیار, بسیار. حساسن و نسبت به خمس زکاتشان و واجبات شرعیشان بسیار بیدارن شایدی بزرگ و عالم هم انسان باشم. بنابراین به هفت چیز جناب حسینی صاحب بینندگان عزیز خمس تعلق میگیره اول چیزی که به تعبیر کتاب های فقیر ارباح مکاسب باید. ارباح مکاسب یعنی او سوت هایی که از راه کسب و دست آمده مثلا من نانوایی کردیم کشاورزی کردیم صنعت کارمند هستم آخوند دستم یک جای رفتم امه. مثلا روزه خوندم یک مقدار پیسه دم دادم مدا هستم هر کاری که کسب بهش بکنه کسب یعنی درآمد با زحمت درآمد با زحمت میگن چی کسب پس از هر روشی که این طرف کار کرده کسب کرده غیر کسب هم هست از نظر آیت الله سیستانی حفظ الله مثلا یک طرف را یک هدیه بهش دادن امه. یک هبه بهش دادن یا یک مال وصیت از طریق وصیت یک مال به این رسیده مثلا یک عموی داشته فوت کرده عمویش گفته که یک سوم مال ما برای فلانی باشه خو یک سوم مال که برای ازی بند خدا آمده حالا باید زکات خمس چی کنه پرداخت کنه پس بنابراین برای زحمت نکشیده گفتیم ارباح مکاسب میتونه باشه مم. و غیر کسب هم میتونه باشه صحب. یعنی همین رقم یک پولی به دست از یامده خب یک رقم جو سرمایه گذاری کرده او سودی بازم امام، امام کسب است دیگه کس سرمایه کسب وقتی که میگی در کسب تلاش خوابیده زحمت خوابیده قطعا کسی که سرمایه گذاری میکنه درست اون که نزده باشه کلنگ نزده باشه, بلنزده باشه. بلنزده باشه. بلنزده باشه. آجور پرتو نکده باشه بالا ولی فکر کرده نشسته برخواست کرده حالا اگر شخصی کسب کرد به هر نحوی این کی شروع میشه از اون زمانی که اولین کسب و درامده دا داشت از امو تایم شروع میشه این سالش باید از اونجا در نظر بگیره خب مثلا از اول حمل پول دگی رزی آمد یا کاسبی شروع شد یا یک جا استخدام شد اما اول حمل در این معاش دادن نه. صد هزار آقانی کمتر یا بیشتر نه. از امون سر سال خمسی از چی میشه شروع میشه, سال میشه. تا یک ساله جناب حسین بزرگوار و بینندگان عزیز ای بخوره بیا شامه منتا اصراف نباید باشه زیارت میره جای زمیده زن میگیره ولی میده نمیدونم شیرن خوری میکنه هر کار میکنه از آی ما برپا میکنه جمعگی مثلا دعای ندبه میگیره شب جمعه دعای کمیل میگیره مردم جمع میکنه خیرات میکنه گسفند میکشه تمام از خرج های معقول خرج های معقول پس از اول حمل بند. ای کار کرده میره تا سی حوت ام. که یک سال تمام بند. میشه البته همینجا ما برای شما و برای بینندگان و ما بگویم که در خمس میشه که هم سال قمری ملاک باشه ام. و هم سال شم شمسی, ملاک باشه خب از اول حمل 365 و و روز تیر شد پایان ماه حوت که گاهی ماه حوت 29 روزه 4 سال یک باد میشه چند؟ 30 بله بله. روزه که میگن سال کبیسه این در طول یک سال هر چه خورد و آشامید و خرج کرد لباس خرید در شهن خودش ولی یک مقداری باقی مانده به با این باقی مانده خمس تعلق میگیره یک پنجم از این باقی مانده رو باید خمس بتر بسیار استاد محترم با کسب اجازه منظرم خواهی شما انشالله میریم به اتفاق شما و بینندگان عزیز میان برنامه رو ببینیم و انشالله بعدش در خدمت شما هستیم همراه ما باشید برای عدالت می نویسم نوشته می کنم برای روزهایی که عصر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز و نسیم شادی بخش شاپرک ها برای دلخوشی شمجانی ها باشد. به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلشین بلال از معزنهای شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید به امید روزی نوشته می کنم که پیچک های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان حیوان، خورند دلخوش هستی برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوشه باغ ها را با بال های طلایی خودشان جارو کند و زمین از دست های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه است که مطمئن می شو هزار می به هر جا می نهی پارا را همین قدر است و می دانن. هوایی کرده ما را میان چشم هایت دیده ام خط باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را یا صاحب الزمان آقای مهربان هزار و این همه سال است که خنده ها از لبها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده احساس ها در خود فراموشی خاموش می شود وقتی که پرچم های رنگارنگ تزویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت روز در احتزاز بود در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانه های فراق را ندارند جان میکنید دریاها در رکودی و وسعت یک باور میمیرند و از دل دریاها مردارها جان میگیرند و ماهی های سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولک های طلایی خود را در تنگ کوچک تنهایی شان و فریاد ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار بازا که بی حضور تو تلخ است روزگار مولای سبز پوش من مولای سبز پوش من ای منجی بزرگ تعجیل کن که تاب ندارم در انتظار و صبح اذا تنفس ای و سلام معنای قشنگ وتر موتور سلام ای آیه تطهیر دلم مهدی جان قربان نگاه پاکت از دور سلام السلام علیکم یا ابا صالح المهدی سلام مجدد عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم با پخش زنده برنامه به وقت بیداری بخش احکام در خدمت شما عزیزان هستیم و میریم ان ادامه مطلب داشتش شما استاد محترم اشاره فرمودید به تایمی که مطالب شروع میشه از اول ماه که انسان شروع میکنه و, در... و درآمد و کسب درآمد تا یک سال هجری قمری یا شمسی فرق نمیکنه برای خمس فرمودیم که مترتب میشه بله ما گفتیم که ده هفت مورد خمس تعلق میگیره یک موردش گفتیم که ارباح مکاسب یعنی از راه کسب و درآمد که حتی از حضرت آیت الله العظما سیستانی غیر کسبی هم داخل کرده اگر کسی هدیه میگیره کسی از طریق وصیت یک مقداری مهم. نه ارث نه از طریق وصیت از طریق وصیت یک مقداری مثلا به پیسه میایه یا باقی میایه یا با به هر حال یک چیزی میایه و ای گفتیم یک سال خرج کرده مصرف کرده به هر حال بعد از یک سال میمانه یک چیزی میمانه خب وقتی که باقی مانده زیر باید خمس بده یعنی یک پنجم یعنی از پنج قسمت یک قسمتش که باید همین رقم که شما شرف حضور داریم و بینندگان ما در جریان هستن که باز خمس خودش هم قسمت میشه دو قسمت میشه یک قسمتش سهم امام علیه السلام که باید به فعلت در زمان ما باید به مشتهد جامع شرایطی که از او انسان تقلید میکنه به با او باید بته یا به نماینده مشتهد که معمولا در شهرها هست دیگه در شهرهای کلان مثل هرات جایی که کابل قندهار جای دیگه, دیگه. خب نمایندگان مراجع هستن میتونن به اونا بتن و یک سهم دیگه سهم سادات فقیر است که باید اینا را از لیست خودشان به سادات فقیر بدن البته حضرت آیت الله العظما سیستانی از او کسایی است از او جمله مشتهدی نیست که اجازه ای داره که خود شخص میتونه از دست خودش به امه. سادات فقیر خمس بده ولی برخی از مراجع دیگه میفرمایند که و به صادات فقیر که میخواین خمس بدن باید با اجازه کی باشه حاکم شهر باشه با اجازه مشتهد باشه که در اون فرض ما خب ما اون مسئله نمیگیم ولی حضرت های دلال لزم خودش میگه که میتونه بتا این مورد اولی که خمس به چی میگرفت تعلق میگرفت مورد دومیست است که مال یک مال حلالی داشتیم فعلا به یک مال حرام مخلوط شده و ما نمیدانیم که مقدار حلال چقدر بوده یا مقدار حرام آم. چقدر بوده خو اگر مقدار حلال و حرام بدونیم خو اینا رو دیگر چی میکنیم جدا میکنیم ایج نیاز به این نیست که ما از خمس بتیم یک مالی فعلا یک صد هزار اوغانی پیش ما است ما اجمالا میدانیم که این صد هزار مقدارش مال حلاله و مقدارش هم مال حرام مال مال حرام دیگه از هر رای میتونه باشه از رشوه و نمی چیزای دیگه به هر حال فعلا مال حرامی داخل مال حلال مخلوط شده اینجا دیگه سال گپا نیست دیگه که سال تیر شوه نه خود همین مال باید مخمس شوه مخمس یعنی چی خمسش پرداخت شوه بعد از اینکه خمس مال پرداخت شد این مال پاک میشه پاک میشه. اه... لی مال که پاک شد باز هم در جدگه و اموالی که بعد سر سال برو خمس میترته میشه قرار میگیره این فعلا خود از یک از موارد تعلق خمسه خود ازی مستقلا یک از موارد ایست که مثلا خمس بهش تعلق میگیره و مالی که خمسش یک دفعه پرداخت شد دیگه خمسش پرداخت شده نی؟ نیس. نیست. مال خمسش پرداخت شده مورد سوم جناب آقای وسیلی صاحب معدن است مورد سوم معدن است یعنی اگر کسی معدن داره صاحب یک معدن است دیگه این معدن مصادیق فراوان داره دل معدن نمک میتونه باشه معدن گوگرد میتونه باشه معدن آهن میتونه باشه معدن مس و طلا و جواهرات و هر لعل و هر چیز دیگه اونا خب باز خودش حکم خاص خودشو داره معدن است یکی دیگه گنج است کسی که گنج پیدا میکنه البته خب شما در جریان هستین که فعلا مخصوصا در کشورهای پیشرفته این رقم نیست که مثلا کسی که گنج به دست بیاره دیگه خودش گنج بگیره معمولا اگر گنج کسی به دست میاره خب دولتی رو مصادره امه. میکنه نه. و به این شخص هیچی هم نمیته بلکه ممکن است که استخبارات و آگاهی را تحت فشار و شکنجه قرار بده که دیگهش دیگه بیاد از کجا از کجا کردی دیگه بیاد خیلی قدرش هست امه. دیگه از کجاست و هر حال فعلا همچین مواردی نیست ولی اگر کسی موارد پیدا کرد و مخالف با قانون از اون کشور هم نبود چون ما بارها گفتیم که حضرت آیت الله العظمى سیستانی قوانین کشورها را مخصوصا کشورهای اسلامی را اینا را نافذ می‌دانند و میگه که مخالفت با قوانین کشورها جایز نیست که یکی دو مورد شما گفتیم از جمله مثلا شخص که در یک کشور زندگی میکنه و کشور لیسانس میخواد برای دریوری و, و رانندگی و شخصی که لیسانس نداره نمیتونه از نظر از اطلاع لسانسیستانی رانندگی کنه و متر سوار شود یا مترس سایکل سوار شود اینجا ما رقم است اگر یک دولتی یک کشوری نسبت به گنجینه ها و دفینه های زیرزمینی یک سری قوانین خاص داشت مثلا آبدات از و کشور یا مثلا مهمنی. گردشگری و جاهای دیگه سری قوانین خاص داشت خطا و قوانین باید رعایت شود حالا اگر زمانی گنجی چیزی زیرخاکی برای از گیر آمد پیدا شدن باید شد باید خمسش شد به مورد چندم شد؟ پنجم شد یکی دیگه از موارد جناب حسینی صاحب ساید، اصل خود غنی به اصطلاح غنیمت جنگیه که اگر یک جنگ اتفاق بیفته خب بعد از اینکه با کفار با کفار حربی کفاری که با ما چه جنگ داره بیشتر در زمان حضور معصوم علیه السلام پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم مصلا. یا یکی از معصومی جنگ اتفاق افتاد و مسلمانان پیروز شدند و یک سری غنیمت های به دست آوردن این غنیمت باید اول خمسش جدا شود یک پنجمش جدا شود بقیش بین جنگ جویان تقسیم می شود و موارد آخر خدمتتون از کنم میگن او زمینی ده که کافر زمی از مسلمان میخره کافر زمی وقتی یک زمین را از مسلمان بخره باید خمسش چکار کنه پرداخت کنه کافر زمی میشه یه توضیح بله کافر زمی او شخص غیر مسلمان است که به اصطلاح اهل کتاب است مثلا یهودی است نصارا نصرانی است یا مجوسی هست و فعلا در پناه اسلام زندگی میکنه یعنی در کشور اسلامی زندگی, میکنه این تحت زمی مسلمانان, مسلمانان. تحت حمایت کشور و دولت اسلامیه خو این باید خمس شبیته و این خیلی هم ایتو نیست که بیستار شخص بگه چطور است دولت اسلامی سعی کرده از این ها چی میگیره جزیه میگیره حتی اگر جزیه بگیره چون میگن کفاری که در پناه کشورهای اسلامی زندگی میکنن باید جزیه بتن بله. جزیه این یک پولی رو باید بتن خب این رضاباتی نیست مسلمان خمس میده مسلمان زکات میده مسلمانش هم به اصطلاح مالیات دولت اسلامی رو میده خویی که کس یک شخصی که کافر است در مملکه ای که خمس خود نمیده زکات هم که نمیده این خمس فقط در یک مورد برش تعلق میگیره زمین را که از مسلمان میخره پس هیچ همچین کدام اشکالی نداره که کف کافر زمین را از یک مسلمان بخره و خمسش چکار کنه پرداخت کنه در صورتی که خود مسلمانان خمس پرداخت میکنن خود مسلمانان زکات پرداخت میکنن موارد تعلق شما به شما میگیم دیگه وقت تازه میفهمی که هیچ گپی نیست یک بنده خدا جزیه هم که حتی بده هیچ گپی نیست در مقابل او پرداخت هایی که مسلمانان دارند سری الان فرمودین همین مثال آخر که کافری که زمین میخره حالا یک پنجم زمین چه رقم باید خمسش بده یک پنجم قیمتش یعنی قیمت بله قیمت شر... مثلا اگر رو به 500 هزار افغانی خریدن از 500 هزار افغانی 100 هزار افغانی از چی میشه خمس میشه کی پرداخت سوال دیگه پیش می رسد خب سال خمسی مشخص شده ولی در زمان رسیدن سال خمسی متاسفانه چیزی در بساط آهی در بساط نداره الان من یک مثال برای شما میذارم جناب حسینی ما رفته اول حمل اول حمل هزار و, 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 هزار و, و, هزار و, و مثلا نه. چند یا هزار یا هزار, هزار رفته سر سال برای خودش تعیین کرده تا آخر سال هزار و سیصد تایم بریز داشته به داشته خرج داشته ولی 100 هزار تومان یا 100 هزار یا 100 دلار یا هر چیزی دیگه ای اضافه آمده خب این رفته خمس 100 هزار دلار یا 100 هزار یا 100 تومان خودش خمس چه کرده پرداخت کرده پرداخت کرده یعنی این 100 هزار تومان برده از این 100 هزار تومان 80 هزار تومان مخمس و خالص و پاک برای از این مانده پاک نوشته میکنه که آقا 80 هزار تومان یا 800 هزار تومان پاک و پاکیزه مال خمسی داره خب حالا از این سال دیگه شروع شد سال دیگه میره و میره قمه میره ولی مم. بازار خراب است کساد است سال دیگه به اندازه 800 هزار تومان یا 80 هزار تومانی که قبلا پولش چی کرده و پاک کرده به اون اندازه اصلا نمیمانه. یا فکس هم 80 هزار تومان میمانه یا 70 هزار اوغانی میمانه که او بیشتر از اون خمسش چی کرده بود پرداخت بله. کرده بود بله. ولی هیچ خمسی به گردن ازی خمس زمانیه که مثلا از 800 هزار افغانی بود فعلا شده باشه 900 هزار افغانی 100 هزار 100 هزار افغانی دیگه چی شده باشه زیاد شده باشه به با این 100 هزار افغانی که سال جدید اضافه شده باز به با این خمس تعلق میگیره به اون 800 هزار دیگه خمس تعلق نمیگیره چون یک دفعه اون خمس زوره پرداخت حالا اگر این شخص 800 900 هزار شد این 900 هزار خودشه خمسش داد سال دیگه پای خمسی از ای چی میشه؟ 900 میشه 900 هزارش خمس نداره بالاتر از او اگر شد باز الحمدلله و نه خمس داره سال یک سوالی هست که پیش میره که امی پیشنه خمس از کجا شروع شده و ای که آیا در ادیان گذشته قبل از دین مبین اسلام هم بوده یا نه؟ قطعا زکات به این معنای فعلی یا خمسی به این معنای فعلی در ادیان گذشته نبوده ولی زکات به معنای امر مستحبی یا مثلا یک هدیه یا یک قربانی تقدیم خدای تبارک و تعالی میشده خو اینا قطعا در ادیان گذاشته بوده ولی به این سیستم و به این کیفیت از اختراعات اسلام است شاید اصلا بعضی به به ظاهر بینی میبینن که میگه خب چه رقم میگه خمس اگه داری برکت زیاد میشه مال زیاد میشه میگه خب مکه میدون کم میشه چه رقم زیاد میشه در اهمیت خمس هم اگه ما خدمت شما ارز کنم که خدای تبارک و تالا قضیه خمس در اول سو در اول ظاهران آیه 43 یا 42 سوری انفال اول جزء ده در اونجا میفرمایند که وعلمو انما غنیمتم من شیئین فان لله خمسه و للرسول و لذل و لیتاما و المساکین در اونجا مواردی که خمسه به اون او موارد بتیم در اون موارد چی میشه ذکر میکنه در آخر از اون آیه میگه که خمس مال کسیه که ایمان به روز قیامت داره ایمان به رستاخیز داره این شخص باید چی بیته؟ خمس داره. البته این آیه در وسط و لابلای آیات جهاده آیات غنیمت گرفتن از مشرکین ولی امونطور که میدانین بودن آیه در زگ زمین خاص باعث نمیشه که موارد تعلق خمس هم فقط به چی تعلق بگیره؟ به غنیمت و مسائل جنگی تعلق بگیره چنانچه برادران اهل سنت ما هم در معدن خمس دارن ای تو نیست که اونا هم فقط و فقط خمس در چی بدانن؟ در بسیار غنیمت جنگی پس آیه در عین حالی که درباره غنیمت جنگی است و خمس غنیمت جنگی اما اختصاص به غنیمت جنگی نداره و شش مورد دیگه هم سرایت میکنه ام. همچنان که در نزد اهل سنت برادران ما حتی بعضیش به دو چیز غیر از به اصطلاح غنیمت جنگی گفتن خمس تعلق میگیره خوی از کجا شد این آیه را روایت وجود ناظرین پیغمبر گرامی اسلام و عملکرد پیغمبر تفسیر میکنه چون شما در جریان هستید دیگه خیلی از جاها آیه به صورت کلیه مثلا خود گفته که اقیم الصلاه و اتو آت و زکات شما نماز اقامه کنین و زکات پرداخت کنین و کی آمد این ارکان نماز را نماز صبح دو رکت باشه نماز ظهر چهار باشه و نماز سه رکت باشه و نماز چه رقم باشه چه رقم خوانده شوه وضو چه رقم باشه اینا کلگی وجود ناظرین رسول مقدس صلی الله علیه و سلم اینا رو برای ما شرح و تفسیر دادن پس اصلش به اونجا برمیگرده و دارای اهمیت حالا ما با روایات چه وارد نمیشیم که روایاتی که در باب خمس در باب که برکت هست چقدر زیاد بشه چون وقتی برنامه ما اجازه نمیده ما فقط احکام میشه میگیم <تصفح> شالا که از بحث زیاد دور نشم استاد همین سوالم به ذهن بنده اومد شاید عزیزان بیننده هم رسیده باشن که خب دیده میشه در عرف چیزی که اتفاق میفته تا سر سال خمسی رسیده خب پیسه هم مانده اضافه هم مانده و خودت خود هر کار میکنه که این دو تاریخ برابر نشه میره میره خرید میکنه چیزی مثلا شاید میره یه چیزی ظاهرا غیر ضروری هم میخره میگه من طلا میخرم ولی خب در این حال او یک نوع پسنداز محسوب میشه دیگه او تبدیل شده دیگه پیسه او تبدیل شده طلا بیان میشه اشاره ما البته روایات در باب خم در باب زکات است مثلا میگه که حالا ما بعدا ان توضیح میدیم که زکات یک حدی باید باشه مخصوصا در چار پایان یعنی زکات شطور زکات گاو زکات گوسفند یازده ماه قمری باید پیش انسان باشه حالا تعدادش هم ما فعلا وارد نمیشیم اینیقدر گاو اینیقدر قدر گوسفند اینی قدر یازده ماه قمری باید پیشید باشه وارد ماه دوازدهم هم میشه به محضی که وارد ماه دوازدهم شدی شده زکات به چی میگیره؟ طبعا. تعلق میگیره یا به خمسی که شما گفتی نزدیک سر سال شده یک روز به سر سال مانده 5 پنج میلیون افغانی مانده خب میگه مگه پنج میلیون افغانی رو خمس ازی رو بیتیم یک, میلیون افغانی خمس ازی میشه خب ما یک کار نمیکنیم میریم کلگیشی تلا میخریم در سر و گردنی خانم یا عروس ما آویزان میکنیم یا یک وسیله دیگه میخریم که کلا هیچ نمونه و تمام هیچ خمس داده نشود اون روایات در باب زکات البته در باب خمس ممکن روایت باشه ولی با فعلا بنده اون ندیدم اما روایتی که در باب زکات مدیدم مگه شخص با ای عمل این عمل کرد که خب الان فعلا تعداد گوسفندا اینی قدره نزدیک 11 مایزی چی شوه بود شوه میره معامله میکنه گوسفندا می رو زن خود میده که به حد نصاب یعنی سالش بود نشه که زکات به این تعلق مم. نگیره میگه ای با ای کار خودش که مثل یک چیزی را کسب کرده میگه او چیزی را که ای شخص کسب کرده و به دست آورده میگه و مراتب کمتر از او چیزی که از دست, از دست داده. دا دا. اونو اون مثلا شما گفتیم دیگه مثلا لذین ينفقون فی سبيل الله که مثل حبه مم. یک دانه در مقابل چی؟ افصد دانه مصر. و والله یزاعفه و خداوند اضافه هم میکنه درست است کالی یک گسفندی دو تا گسفند یک شطوری مم. یا مثلا یک لگه دو لگه این نصیب ازی شده مم. اما واقعا بهره معنوی از دستی رفته و از همه مهمتر آقای سیدی این ایره من خدمت شما کنم ای با این کار شخصیت از یا به تعبیر کچه بازاری مچاله شده این شخصیت با خودش, خودش از دست داده ای با خودش و با خدای خودش راستی مم. مم. و معامله راستی نمی خودش هم میدانه و من مطمئن هستم آقای سید سید و بینندگان بعد از اینکه این اتفاق افتاد خودش شرم میشه میگه والله کاش که بیکار نمی کردیم همین خمسه هم میدادیم یا زکات میدادیم استاد مطلب فرمودین مرا یاد همین قضیه داریم که وجود مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم گوسفندی رو ظاهرا قربانی کردن و این تقسیم کردن بین همسایه و فقرا یک دست یا, یا یک پای دستش باید. آه من و یکی از همسران پیامبر یک کمی حالت اعتراض گونه گفت که چیزی نمونه یک کل رفت فقط دستش مان فقط دستش مان که حضرت فرمودن که نه اون چیزی که دادیم اونا ماند، فقط دی دستش رفت بلی بلی واقعا دستش رفته یعنی او چیزی که مانده و فعلا ما او را تناول میکنیم یا استفاده میکنیم در اصل ای برباد رفته ای ایج حساب کتاب پشت سرش نیست اما اوی که در راه خدا داده شده نه ای جایز نیست من مثلا سال خمسیم فرار رسیده یک پنج لگه افغانی دارم میرم طلا میخورم برای خانم حالا یک مقداری که در شعن خانم باشه اشکال نداره ام. ولی بیرون از شعن خانم وقتی من برایش طلا میگیرم خمس بگو چی میگیره تعلق میگیره یا میرم یک فرش میخرم یک قالین زیرانداز یا مبلی مبل خانه داریم کلی ما بسیار مضبوط فراهم است میگم خیر است یه عوض میکنیم و این در من نیست یعنی این موبلی که فعلا دارم مرا یک سال دو سال چند سال دیگه هم جواب میده بنابراین اصراف میشه و چون من بهش لزومی نداشتم رفتم خریدم خمس به اون تعلق میگیره یا دیدین که مثلا خانوما هر از چند ظرف رو عوض میکنن بدون از اینکه نیاز باشه بدون از اینکه برای تنوع برای تنوع خدای نخواست برای چشم هم چشمی برای یک کارای دیگه این عوض کردن از این ظروف ها که با اون نیاز نداشته باشه نیاز عرفی و نیاز شخصیتی نداشته باشه ای خو مستر یک وقتی کسی میمان نوازه میشکنه و دیگه میشه و این خو گپی نیست ام. اما واقعا نیاز نداره فقط و فقط برای فرار از خمس این کار را میکنه فرار از زکات ای کار را میکنه این خدمت شما از کام جایی نیست کسی خداوند از دلش خبر داشته باشه دیگه خدای تبارک و خودش داره بله استاد در مورد خمس و مواردی که با او تعلق میگیره توضیحات رو فرمودین در مورد زکات چه مواردی بله بحث ما بنده خدا بوده بیننده ای که میگفت زکات از نظر معروف و مشهور به نو چیز زکات تعلق میگیره و حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرماید به ده چیز زکات تعلق میگیره که نو چیزش واجب است یعنی هیچ برورگت نداره اما مورد دهمیش بنا بر احتیاط واجب احتیاط میگن زکات به او تعلق دلوم. میگیره جناب حسین بزرگوار زکات اولش به غلات اربع یعنی غله های چهارگانه نه. غلات اربع تعلق میگیره که مراد, مراد از غله های اربع یکی گندم است یکی جو است یکی خرمایه که مراد از خرما تمر یعنی خرمای خشک یعنی خرمای چ... خرمای زایدی که مثلا در دا... آه... کوچه و بازار است آه... پس میشه گندم جو جو خرما و کشمش به این چهار چیز که میگن غلات اربع زکات به این چهار چیز تعلق میگیره این چهار سه تای دیگه هم میگن انعام سلاسه یعنی حیوانات سیگانه این که ما گندم گفتیم هر رقم گندم هر رقم گندم و می که نامش گندم باشه بهش زکات تعلق. جو ما دو رقم جو داریم دیگه حداقل دو رقم جو داریم مم. یک جو که من کل جو مثل گندم است یکم جو مویه که جوی است که داخل حالت قشر کاه ماننده به انواعش خرما به انواعش خشک و کشمش هم به انواعش فرقی نمیکنه به این چهار چیز زکات تعلق میگیره و اما انعام سلاسه یعنی حیوانات چهارپای سیگانه او از کلان شروع کنیم م. شطور بلد. و شطور که ما میگیم انواعش شطور بلد. یک کوهانه دو کوهانه نر باشه ماده باشه به با این زکات چی تعلق میگیره حال تعدادش میگیم که بلد. چقدر باشه که فعلا شاید نرسیم گاو انواع گاو به اصطلاح نر باشه ماده باشه حتی گاومیش کتاب تعبیر عربیش جاموس است به یه زکات تعلق میگیره گوسفند به انواعش حتی بزم شامل, شامل گوسفند میشه پس <تصخن> انعام چند نشد سی سه گانه سه و چهار میشه چند <تصفح> هفت هفت طلا و نقره میگن نقدین البته طلا و نقره ای که ما میگیم همین جی ممکنه باز نرسیم فرصت از دست ما بره او طلا و نقره ای که پول رایج باشه یعنی طلا و نقره ای که در معاملات از او چی شوه استفاده, استفاده شوه به تعبیر حالا میگن با سکه باشه یعنی سک... زرب شده باشه برای خرید و فروش, فروش. چون بله. در زبان های قدیم می رقم بوده بله بله خرید و فروش با طلا بوده با نقره بوده با پول میسی و سیاپول بله. بله. ولی فعلا نیست فعلا به جایش اسکناسه م. حضرت آیت الله العظمی و بقیه مراجع میفرمایند که فعلا به جای طلا و نقره چون از اسکناس استفاده میشه اسکناس دیگه به هر نوعی میخواد دلار باشه افغانی باشه درهم باشه دینار باشه درهم و دینار نامی نه نوع درهم و دیناره که در اصل پول طلا نامش دینار بوده و پول بله. نقره هم نامش نام درهم بوده, درحم بوده. به هم فلوس میگفتند دیگه سیاپول ها یکی از مثل چیزای دیگه بوده بهش فلوس گفتم که عربا میگه لیس فلوس عندي موجود نه نه موجود ها ندارم پول ندارم خو اینو میگه نقدین بینا تلا تعلق به زکات تعلق میگیره ولی طلاهایی که خانوما فعلا داره طلاهایی که مثلا شمش است شمش های طلا به اینا زکات تعلق نمیگیره خاطر جمع باشن این شد نقدین خب چهار تا سه تا هفت تا بله. دو تا میشه چی تا این نو تای ای که واجب است بنابر معروف و مشهور و اما حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی میفرمان که مورد دهم ده که بنابر احتیاط واجبه مال و تجاره یعنی انسان مال و تجارهی داشته باشه ای که مال و تجاره چه رقم به زکات تعلق میگیره جناب حسینی باید دوازده ماه قمری بری بگذره امه. یعنی شما مال تجاره داری. باش ایش کاسبی می میکنی کار میکنی تجارت میکنی این ای مال و تجاره یا امو راس المال یا امو سرمایه شما سرمایه. باید در طول از این دوازده ماه سرمایه موجود باشه و علاوه بر از این سودی هم شما چیه داشته باشی این بهش زکات تعلق میگیره حالا واس اون چه قدر باید بده بحث بعدیست، خب حالا ای بیننده ما تصور کنه به هفت مورد خمس تعلق میگیرفت به نو مورد یا ده مورد چی تعلق میگیره زکات تعلق میگیره ببینه چی را خما دارن اگر کشاورزه البته اینا همش نصاب داره يگر... سوالاتی اگر... در مورد کشاورزان هم داشتیم که البته فکر میکنم امشب نمیرسیم انشاءالله باشه در جلسه بعدی ما در خدمت عنوان تکمله بس استاد در حده کمتر از دو دقیقه اگر مطلبی داریم خدمتتون رو فقط مطلب همین اجارتا <applause> بگیم ممکن اموال در مملکت ما جاهای دیگه فصل برداشتن باشه که وقتی ما میگیم گندم امی غلات چی اربع <applause> گندم جو خرما کشمش اینا یک حدی داره که ظاهرا میگن 300 ساعت هر سا تقریباً تقریبا 3 کیلو یه. نزدیکای 900 کیلو حضرت آیت الله العظما سی سالی ظاهرا فرموده 847 کیلو اگر به 847 کیلو رسید ای زکات بهش تعلق میگیره اما اگه زیر 800 کیلو بود 700 کیلو چقدر بود. تعلق میگیره به او ها او باز بستگی به رقم آبیاریه که چه رقم آبیاری بشه اگر با آب باران آبیاری شود اگر با آب نهر آبیاری شود اگر اصلا با شبنم آبیاری میشه دیدی بعض جاها هست مثلا همین دم سحر که میری کل اینا رو شبنم فرا گرفته از شبنم آب میخوره این یک رقم است اگر خدمت شما ارز کنم که با پمپ و واتر پمپ و چیزهای دیگه آبیاری میخوره این مقدارش پاس فرق میکنه اگر با هر دو مساویانه آبیاری میشه یک مقدارش از باران یک مقدارش با واتر پمپ اینو فرق میکنه اینا مثلا. مقدارش یک حکایت همچنان باقی است دیگه ان ظاهرش کم میره خمسی حکایت باقی ما هنوز ما مفصل خیلی مفصل وارد با. نشدیم بله در خدمتتون بسیار تشکر می‌کنم استاد بیانات ازنده بود ان که حتما برای عزیزان بیننده کارا بوده و همچنین تشکر می‌کنیم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان به وقت بیداری بودید ای گل انتظار یا مهدی تازه‌تر از بهار یا مهدی جمعه های ما چقدر طولانی است بی تو با انتظار یا مهدی کاش میشد شود همین جمعه جمعه وصل یا, یا مهدی تا داره بعدی همه شما از آن رو به خدای متعال می سپاریم و خدایا رو نگه دارستم.